آشفتگوی نها مرسیه برای حاجی خانم پونکی اندوه خون به جوشان و خون به جوشان زنگ کو زنگ کو کو پهلو هزار روز صد انتهای های تنم های های تنم کو کو گیسو نهنگ خمید زخم تنهای حاجی خانم یا سوسو زن زنان نهان یا زندان کشیده تنها ها کشیده و منها ها بیل و ها جر و حوا با قالی جنون جق تنیده حقه و فریاد چند وقت پیش یه دوستی مجموعه شعر به من معرفی کرد با عنوان آشفتگوی نها سروده امید شمس شاعر معاصر ایرانی من مجموعه رو گرفتم شروع کردم به خوندن و خیلی خلاف مجموعه اشعاری بود که من معمولا عادت دارم بخونم به نظرم بعضی شعرها خیلی پیچیده بود حتی بعضی ابیات یا بندها رو درست نمیتونستم بخونم از رو ولی در این حال میدیدم که شعری که جلوی منه شعری جدی و به دقت فکر شده و کار شده این بود که با شاعرش یعنی امید شمس تماس گرفتم ازش خواهش کردم به برنامه ما بیاد تا لاغل به یکی دو تا از سوالاتی که برای من در مورد دشواری های خوندن شعر معاصر فارسی وجود داره پاسخ بده آقای شمس خیلی خوش اومدید ممنونم من مجموعه شما رو که میخوندم شعرا پر بود از آواز، آوا، تک عبارت، جمله ها یا حتی کلمه های تمام نشده، نصف و نیمه این مجموعه برآمده از چه دنیای ذهنیه؟ این مجموعه برآمده از تجربه زیسته من است. تجربه‌ای که چندان تجربه منحصر به فردی نیست شاید مشترک باشه با هم نسل‌های من بسیاری از مردم اگر لکنت در شعر من هست به خاطر این هست که من لکنت رو سی سال زندگی کردم در کشوری مثل ایران وقتی که سخن بریده بریده خواهد بود به هزاران دلیل سیاسی و اجتماعی و شما در هر لحظه ای مداخله قدرت مداخله سنت مداخله اخلاق رو در سخنی که دارید میگید میبینید حس میکنید در نتیجه من نمیتونم شعری بنویسم که درش سخن یک سخن سالم و کامله برای اینکه این رو زندگی نکردم وحشتی که من در برها هایی از حیات سیاسی اجتماعی کشور خودم تجربه کردم وحشتی است که شما رو به لکنت وامی داره شما نگاه کنید به شیوه که کتاب منتشر میشه در ایران کتاب به وزارت ارشاد میره در اونجا کلمات یا ساتوری ازش هست میشه و عملا به لکنت میفته بریده بریده به دست ما خواهد رسید خب اینها تجربه هایی هست که وجود داره ترانه پر یک فتیخانی دوست دارم بخزم و حتما از روی شانه و تو ای مرگ تو را به گلبرگی بدل می کنم افسوس افسوس که آن وقت کسی تو را نخواهد دید می گفت پری صورت تو بگیر به سمت علاس بگیر به سمت علاس به سمت عزیزان می گفت روی بستری از سورت از روی بستری از صبح پیر از احساس صبح پیر صبح اقدس ازما روی بستری از دود سبز سمیمی میخفت صدا میزد و ما همه شاهد و ما همه ما همه همه دیگر کسی تو را نخواهد آن وقت مرگ من نگاه میکنم میبینم، اکثر مراسی که نوشته شده از مرگ صحبت میکنه از تدفین صحبت میکنه در یک سلامت کامل در یک هوشیاری کامل در صورتی که من در یک مراسم تدفین ایرانی در نواهی مختلف ایران میبینم که زبان سالم نیست زبان بیمار میشه زبان تکه تکه میشه شما وقتی مویه زنان لور رو میشنوید در اونجا شما با اینکه سخنی در میان هست حرفی داره گفته میشه ولی اون حرف قابل فهم نیست قابل شنیده شدن نیست چون گم میشه در اون گریه ها و اون گریه ها و ناله ها و های های, های هایی که شما میشنوید از زنان مختلف در یک هارمونی ب... بسیار پیچیده ای در واقع شکل گرفته من این رو اجرا می کنم در شعرم من به جایی که بیام از گریه حرف بزنم سعی می کنم که هق رو به عنوان یک عنصر صوتی و موزیکال وارد شعر بکنم و این اتفاقا من فکر می کنم سنتی است که نیما آغاز می ینی یعنی برگرداندن زبان به سمت شعر به سمت ریتم طبیعی کلام و ریتم طبیعی کلام مرسیه و تدفین ایرانی این نیست که یک زبان خطی و سالم و منسجمی شما در, در, واقع روبرو باشید شما هزاران صدا میشنوید آواز میشنوید جیغ و قش و صدای روزه و آواز و گفتگوهای هزیانی کسانی که از شدت اندوه در واقع توان سخن منطقی گفتن رو از دست دادن رو میشم این رو من سعی میکنم در شعرم وارد بکنم امبور تن زده در آتش کل مینی یا والله لا اله الا بیجار سانی گم اله سردت میانه سیلا سندیس سوزش سازا لا لا ای خاک یا کل مینی به عزت و آماس به فقان جان وا الا دلم اله نرو سرها یا حاجی خانم لا اشهد ان یا بمان به آیگی سوف شرد چشم بر انگشت خاک ولی الله واجه ها محمد اندو اله رسول ما در یا لا وجیه جان سیاه کشی علی جیغ و دل شرف لا نکش آب یا کلمینی یا لبهای یا ها خانم فریاد یاد محمد کف برده ها آرام جی ها آی های کوتاج گل های محمد و فاتم سلوات